در این پست میبینیم که خبرگزاری صوفیه کاملا از کوچکترین اتفاقاتی که در ارتباط با فقرا میفته مطلع هستش و در این پست نوشته که ساعتی قبل کسری نوری در میدان انقلاب بازداشت شده. نکته جالب اینجا پست هایی هستش که توسط آقای رضا تابنده بر روی اینستاگرام شخصیشون منتشر میشه که به نوعی دانسته یا نادانسته این خبرگزاری بیشترین سودجویی و بهره را از این پست ها میکنه، به این ترتیب که وقتی با آقای مصطفی دانشجو توسط برخی از دراویشی که این خبرگزاری از اونها دراویش حقیقت طلب نام میبره مورد ضرب و شتم قرار میگیره یا آقای کسری نوری بازداشت میشه، میبینیم که آقای رضا تابنده پست هایی رو منتشر میکنن که هدف از اونها کاملا برای کسی که از این اخبار مطلع نباشه نامشخصه، ولی وقتی که ارتباط اینها رو با هم دیگه میبینیم به نوعی شائبه هایی رو در ذهن ایجاد میکنه. در اینجا خبرگزاری صوفیه پستی رو منتشر کرده و به نقل از آقای کاظم دهخان نوشته که ایشون گفتن که به عنوان یه عضو کوچکی از جامعه درویشی نسبت به حصر مولایم معترضم. این پست نزدیک به یک ماه پیش از اتفاقات گلستان هفتم منتشر شده و استفاده از واژه حصر کاملا در اینجا مشکوکه و به نوعی وقتی مخاطب این پست رو میخونه گویی اشخاصی در درون سلسله از برخی از تحرکات و برخی از تعرضات نسبت به جایگاه قطب جلیل القدر آگاه بودند و یا به نحوی معترض بودند، که اینها همه نشان دهنده نوعی طراحی یک توطئه از پیش برنامه ریزی شده حکایت داره.